سرخط خبرها. افزایش سریع قربانیان ویروس جدید کرونا در چین، بیش از 80 کشته و هزاران مبتلا. سقوط یک هواپیما در غزنی افغانستان، طالبان میگویند حامل نظامیان آمریکایی بود. ارتش آمریکا به تحقیقات پیوست. والا کلمه جمهوری تو قانون اساسی ما هست. من میترسم یه روزی این کلمه جمهوری هم باز جرم بشه. انتقاد روحانی از رد صلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس. رئیس جمهوری ایران میگوید با این حال باید رأی داد. و افزایش سهم ایرانی ها در بازار املاک ترکیه. سلام، از بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. با وجود تشدید اقدامات کنترلی در چین، ویروس جدید کرونا همچنان منتشر می شود و قربانی می گیرد. شمار کسانی که به دلیل ابتلا به این ویروس ناشناخته جان دادند از 80 نفر گذشته. تعداد موارد تایید شده ابتلا هم به حدود 3000 نفر افزایش پیدا کرده. نزدیک 6000 نفر دیگر هم مشکوک به حمل این ویروسند که باعث بیماری های تنفسی می شود. آرش مومنیان گذشت بودند. ورود اولین گروه از پزشکان داوطلب به ووهان، مرکز استان هوبی در چین، دیشب. قرار است بیش از 500 هزار پزشک و پرستار طی ساعت‌ها و روزهای آینده به استان هوبی بیایند برای مهار اپیدمی جدیدی که احتمالاً از اینجا بازار ماهی شهر ووهان آغاز شده و حالا به بسیاری از شهرهای چین و دست کم 12 کشور دیگر جهان هم رسیده است. دولت چین تعطیلات سال نو را 3 روز تمدید کرده تا شاید گسترش افسار گسیخته ویروس جدید کرونا که عامل این اپیدمی است را کنترل کند. در شانگهای از کارمندان شرکت‌ها و صنایع خواسته شده تا 2 هفته سر کار نیایند. علاوه بر ممنوعیت خروج ساکنان استان هوبی و کنترل دقیق سفرها به این استان که از چند روز پیش آغاز شده، مقام‌های دولتی تمهیدات جدیدتری هم در نظر گرفتند. از تمام کسانی که در 2 هفته گذشته به ووهان سفر کردند خواسته شده هر جا هستند خود را به مسئولان محلی معرفی کنند و در اماکن عمومی کمتر حاضر شوند. ما تلاش میکنیم تمام کسانی را که از شهر ووهان خارج شدند شناسایی کنیم و از اونها بخوایم که حداقل به مدت 14 روز مراقب بروز علائم بیماری در خودشون باشند. نخست وزیر لی کینگ هم در جلسه‌ای که دیروز برای رسیدگی به این اپیدمی برگزار شد، خواستار اجرای دقیق و سختگیرانه محدودیت ترددها به استان هوبی شد. او امروز به ووهان سفر کرد. ویروس جدید اما فقط سلامت مردم را تهدید نمی‌کند. اقتصاد آسیا و جهان هم گویا به عوارض این اپیدمی مبتلا شده. بخش بزرگی از بازار گردشگری آسیا که در این وقت سال به لطف سال نو چینی و توریست‌های این کشور رونق ویژه‌ای دارد، امسال سوت و کور شده. در ژاپن، کشوری که تا امروز دست کم شاهد 3 مورد از ابتلا به این ویروس بوده، شاخص بازار بورس نیکی دیروز با بیش از 2% کاهش بسته شد. پیش‌بینی‌ها از تأثیرات احتمالی این ویروس بازارهای سنگاپور و آمریکا را هم متأثر کرده. ویروس کرونا جدید که امروز دبیرکل سازمان بهداشت جهانی را برای هماندیشی درباره چاره‌ای به چین کشانده، در روزهای آینده شاید نمایندگان سازمان‌های مالی و پولی جهان را هم روانه پکن کند. آرش مومنیان، بی بی سی. کشورهای مختلف تعهدات مختلفی برای محافظت اتباعشون از ابتلا به این ویروس در نظر گرفتن. از جمله وزارت بهداشت افغانستان از سفیر چین خواسته از سفر اتباع چین و افغانهای مقیم اون کشور به افغانستان جلوگیری بشه. از جاوید احمد قائم، سفیر افغانستان در پکن، پرسیدیم برای شهروندان افغان شهر ووهان یا شهرهایی که کانون شیوع ویروس جدید کرونا هستن چه کارهایی صورت گرفته.
ما با اینا با تماس هستیم، یک گروپ عمومی ویچت تنظیم شده که با هر کدامشان جدا جدا با تماس هستیم و مسائلشان در یک گروپ شریک میسازن تا ما از مسائل مشکلاتشان آگاه شویم. در قدم نخست، در قدم دوم برای همشان واضح تمام تدابیر لازم امنیتی که از طرف حکومت چین اعلان شده با اونا هم شریک ساخته شده، برشان میگیم که از حکومت های محلی چین تابعداری کنن و ماسک بپوشن و دوستا را بشون و تمام مسائل دیگر. در قدم سوم بعضی از اینها مشکلات غذایی گفتن داریم که از امروز از صبح کار کردیم، مشکلات غذایی اکثرا حل شده، صرف یک نفر دو نفر روی بعض نوعیت غذا و کیفیت غذا مشکلات است، اونا هم حل میشن. من مسئله چهارمی بود که اینا از اونجا انتقال پیدا کنن که اون بعض کشورهای دیگه هم خواهان هستن، اما تا به حال با مقامات چینایی با می موافقه نرسیدیم که چطور میتونیم اینا رو انتقال هم بدیم. جاوید احمد قائم بود، سفیر افغانستان در پکن. و یک هواپیمای خطوط هوایی کاسپیان که صبح امروز از تهران به بندر ماهشهر در جنوب غربی ایران میرفت، هنگام فرود از باند هواپیما خارج شد. هواپیمای تهران، این هواپیما 136 مسافر و 8 خدمه داشت. به گفته جمعیت هلال احمر خوزستان، دو نفر از سرنشینان به علت مصدومیت پا به بیمارستان منتقل شدند. این هواپیما از نوع مکدونالد داگلاس 823 است و گزارش شده که 26 سال سن داشته. ارتش آمریکا به تحقیقات درباره سقوط یک هواپیما در ولایت غزنی افغانستان پیوست. گروه طالبان میگویند که هواپیمای جاسوسی آمریکا بوده و عده افسر بلندپایه هم در این هواپیما کشته شدند. منطقه محل سقوط این هواپیما تحت کنترل طالبان است. بیشتر رسانه‌های محلی گفته بودند که این هواپیما 83 سرنشین داشته. روین رهنوش همکارمون از کابل به ما پیوسته. روین، خبرهای زد و نقیزی در طول چند ساعت گذشته در مورد اینکه این هواپیما آیا هواپیمای نظامی هست یا اینکه هواپیمای مسافربری بوده، و بعد حالا این بیانیه طالبان، از بیانیه طالبان چه میشه فهمید؟ بله، هواپیما ساعت یک بعد از ظهر امروز در روسالی دهیک غزنی سقوط کرد و در چند ساعت گذشته تا به حال روایت‌های مختلفی از سقوط این هواپیما وجود داشته. در آغاز مقام‌های محلی غزنی گفتند یک هواپیمای شرکت با آریانا از شرکت‌های هوایی داخلی افغانستان بوده، و همینطور سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری هم در جریان یک نشستی که با رسانه‌ها داشت اظهار تأسف کرد و گفت هواپیمای مربوط شرکت هوایی آریانا بوده. اما شرکت آریانا و اداره هوانوردی ملکی افغانستان رد کردند. حالا هم گروه طالبان، البته بعدا دوباره پس سخنگوی والی غزنی گفت که این هواپیما یک هواپیمای خارجی بوده که از حریم هوایی افغانستان عبور میکرد و بیش از 100 نفر هم سرنشین داشته. اما گروه طالبان و تازگی گفتند که اعلامیه داده و گفت که این هواپیما مربوط آمریکایی ها بوده که به خاطر یک ماموریت استخباراتی و ساحه آمده بوده. همینطور در اعلامیه طالبان آمده که افسرهای بلندپایه آمریکایی در این هواپیما کشته شدند و گفته شده که جسدهای آنها در ساحه هنوز دیده میشه. بعضی از مقام های بعضی از رسانه های داخلی افغانستان هم گفتند که هواپیمای نظامی آمریکایی بوده، اما هنوز نیروهای آمریکایی در افغانستان تا به حال واکنش به این موضوع نداشته. البته باشنده های محل هم گفتند که ساحه زیر تصرف طالبان هست و به مجرد اینکه هواپیما سقوط کرده، گروه طالبان آمدن در ساحه و مردم را اجازه ندادند که نزدیک شوند. برعکس، گروه طالبان قبلا در چند سقوط چرخبال های دولتی یا ادعا کرده بودند که از طرف اونها ساقط شده، ولی این بار تنها در اعلامیه‌شان گفته که یک هواپیمای آمریکایی در غزنی سقوط کرده. ممنونم ازت روین. روین رهنوش همکارم از کابل با ما. برای بررسی بیشتر این مسئله بابک تقوایی به ما پیوسته، کارشناس نظامی از یونان. آقای تقوایی، تصاویری که همکاران هم پخش خواهند کرد، بینندگان هم خواهند دید، تصاویری منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که گفته میشه تصاویر هواپیما هست، از این تصاویر چه میشه متوجه شد از نوع در واقع سقوطش روی زمین و از خود نوع هواپیما؟ بله، خدمت شما عرض بکنم که تصاویر به وضوح نشون میده که این هواپیمای سانه دیده یک فروند
E11A نیروی هوایی آمریکا هستش، یک هواپیمای رله مخابراتی و ارتباطاتی هستش که در افغانستان و در پایگاه هوایی قندهار مستقر بوده و از اونجا این هواپیما پرواز کرده و یک عملیاتی امروز داشته. و خب خود فیلم رو هم که اگر ما مشاهده بکنیم قشنگ دیده میشه که هواپیما با سینه به زمین برخورد کرده، یعنی هیچ انفجاری در آسمان نبوده و این هواپیما هم با زاویه بالا به زمین برخورد نکرده که متلاشی بشه. اینطور که من از این تصاویر میبینم احتمالش بسیار زیاد هستش که این هواپیما حالا قصد فرود اضطراری داشته و یا به علت دید کم یا دید بعد این هواپیما حالا با سطح زمین برخورد کرده. این چیزی هستش که من دیدم. حالا در فیلمی هم که ما مشاهده میکنیم ما اگر دقت بکنیم زیر بال هواپیما یه بخشی از یکی از اجساد خدمه هواپیما دیده میشه. این هواپیما حدود دو الی شیش نفر خدمه داره، حالا دو نفر خلبان و کمک خلبان هستن و اون چهار نفر دیگه افسران کنترلر سامانه های ارتباطاتی و مخابراتیش هستن که وقتی که این هواپیما بر فراز کوههای افغانستان پرواز میکنه و نیروهای نظامی که هیچ ارتباطی با پایگاه مادرشون ندارن، این هواپیما وظیفه داره تا ارتباط تلفنی، ماهواره‌ای و مخابراتی رو بین نیروهای نظامی در منطقه صعب العبور و همچنین پایگاه مادرشون فراهم بکنه. بله. و در حال حاضر نیروی هوایی آمریکا چهار فروند از این هواپیما در اختیار داره و این چهار فروند در اختیار گردان 430 اعزامی جنگ الکترونیک بودن که در حال حاضر یک فروندشون با شماره 11 خط فاصله 9358 امروز سقوط کرد. و معمولا این هواپیما در چه سطحی پرواز میکنه؟ چون با توجه به ادعای طالبان که اونها میگن که هدف قرار دادن این هواپیما رو، میبایست اگر بخوان، اگر چنین ادعایی رو بپذیریم، اونها باید چه امکاناتی داشته باشن برای اینکه این هواپیما رو هدف قرار بدن؟ خدمت شما عرض بکنم که خب اگر ما تجربه جنگ افغانستان رو در دهه 80 میلادی و جنگ شوروی رو خاطر داشته باشیم، خب نیروهای طالبان در اون زمان با استفاده از موشک‌های دوشپرتاب تونستن بسیاری از هواپیماهای شوروی رو ساقط بکنن. خب این هواپیما معمولا در ارتفاعی بین 15 الی 26 هزار پا پرواز میکنه، البته بسته به منطقه عملیاتش داره، یعنی بسته به ارتفاع هواپیما با اون نیروهایی هستش که قصد داره ارتباط رو برای اونها فراهم بکنه با پایگاه مادرشون. خب بنابراین این خب محتمل هستش، امکانش هست که با موشک دوشپرتاب این هواپیما مورد هدف قرار شده باشه. من دقیقا بررسی نکردم که ببینن این هواپیما مجهز به سامانه های فروسرخ هستش برای جلوگیری از موشک برخورد یا هشدار دهنده به خدمه، ولی اگر این هواپیما مجهز نبوده باشه بنابراین احتمالش هستش که حالا نیروهای طالبان حالا به طور اتفاقی تونسته باشن این هواپیما رو زده باشن. ولی خب من لاشه هواپیما رو هم بررسی کردم، یعنی قشنگ شما میتونید مشاهده بکنید که هواپیما به چه شکلی به زمین برخورد کرده. چنانچه این هواپیما حالا اگر آسیبی دیده بود در ناحیه موتورش، خب این هواپیما با این زاویه به طور مماس با سطح زمین برخورد نمی‌کرد و به شدت آسیب نمی‌دید. و اگر شما نگاه بکنید آتش سوزی هم که درون این هواپیما رخ داده، این بعد از برخورد هواپیما به زمین بوده و در آسمان رخ نداده، چون زیر بدنه بسیار بسیار سالم هستش و ما هیچ اثری از ترکش در ناحیه موتور نمی‌بینیم. حالا اگر موشک دوشپرتاب بوده باشه، اینها چیزی هستش که من در فیلم دیدم، ولی خب امکان ساقط کردن هواپیماها برای طالبان وجود داره اگر هواپیماها مجهز به سامانه‌های دفاعی نباشن و در ارتفاع پایین و در حدی پرواز بکنن که در برد موشک‌های دوشپرتابی باشه که خب اینها از کشورهایی مثل پاکستان دریافت میکنن و خب میتونن استفاده بکنن علیه هلیکوپترها که ما شاهد بودیم. چند روز پیش هم یک هلیکوپتر میل 17، حالا من دقیقا نمیدونم متعلق به چه شرکت غیر نظامی بود، ولی این هلیکوپتر که مورد استفاده نیروهای ناتو بود مورد هدف یک موشک دوشپرتاب طالبان واقع شد. ممنون ازتون های تهوایی بابک تهوایی، کارشناس نظامی.
مقام‌های عراقی حمله راکتی به سفارت آمریکا را به عنوان اقدامی علیه منافع عراق به شدت محکوم کردند. دیشب دست کم 5 راکت به سفارت آمریکا در منطقه امنیتی سبز بغداد شلیک شد و 3 تای اونها داخل محوطه سفارت فرود آمد. هرچند به گفته مقام‌های امنیتی عراق کسی کشته نشد. حمله در پایان روزی از تظاهرات ضد دولتی و جنگ و گریز نیروهای امنیتی با معترضان در بغداد و چند شهر جنوبی صورت گرفت. کسان ناجی گزارش می‌دهد. آژیر خطر در مجتمع سفارت آمریکا در بغداد ساعت 7:30 دیشب به وقت محلی بعد از آنکه دست کم 5 راکت کاتیشو به سفارت شلیک شد. تا کنون مجروح شدن 1 نفر در این حمله تایید شده، اگرچه 3 کاتیشو در داخل سفارت فرود آمد و یکی از آنها گزارش شده که به محل ناهارخوری کارکنان اصابت کرد در کنار رود دجله. مقام های عراقی حمله دیشب را به مجتمع سفارت در داخل منطقه امنیتی معروف به منطقه سبز در دل بغداد محکوم کرد. دومین حمله ظرف 1 هفته گذشته به سفارت. آمریکا بلافاصله از عراق خواست که امنیت سفارت را تامین کند. حمله به سفارت خیلی زود نگرانی ها را از تکرار حوادث هفته های گذشته در بغداد افزایش داد. وقتی که حمله به سفارت یک رشته وقایعی خطرناکی را آغاز کرد که خطر جنگ را به شدت افزایش داد. هیچ سازمانی مسئولیت حمله به سفارت آمریکا را به عهده نگرفته، اما انگشت اتهام متوجه کتایب حزب الله و اصحاب اهل حق، گروه‌های شبه نظامی طرفدار ایران است. رهبر اصحاب قیس خزعلی همین چند روز پیش آمریکا را دوباره تهدید کرد. کسی که قبلا مسئولیت هزاران حمله به آمریکایی‌ها را در عراق به عهده گرفته بود. حمله به سفارت در پایان روزی صورت گرفت از ناآرامی‌ها و جنگ و گریز مخالفان دولت و نیروهای امنیتی. تظاهر کنندگانی که خواهان نخست وزیر مستقل هستند و انتخاباتی زودرس. تظاهراتی که تعدادی در آن مجروح شدند. در شهرهای جنوبی عراق هم هزاران نفر به خیابان آمدند. این در بصره و این در کربلا. امروز هم این نارومی ها ادامه داشته. اینجا در ناصری کسرانچی BBC. رئیس جمهوری ایران تلویحاً از رد صلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس انتقاد کرده. حسن روحانی گفته نگران است روزی جمهوریت به جرم و انتخابات به انتصابات تبدیل شود. با این حال او از مردم خواسته در انتخابات مجلس که کمتر از 1 ماه دیگر برگزار می شود شرکت کنند. باران عباسی گزارش می دهد. بزرگترین خطر برای دموکراسی و برای حاکمیت ملی اون روزی است که انتخابات بشه تشریفات. هشدار حسن روحانی درباره رد صلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس، اقدامی که به گفته رئیس جمهوری ایران انتخابات را تک جناحی خواهد کرد. و تو انتخابات یک سلیقه فراوان، یکی دیگه او یه دونه باید با ذره‌بین و تلسکوپ و اینا پیداش کرد، یه سلیقه هم که اصلا نیست. ماده 33. اشاره حسن روحانی به داوطلبان از جناح‌های موسوم به اصلاح طلب و اعتدالگر است که صلاحیتشان از طرف شورای نگهبان رد شده، از جمله چهره‌های سرشناس مجلس فعلی، اقدامی که انتقاد بعضی از نمایندگان را در پی داشته، از جمله شهاب‌الدین بی‌مقدار نماینده تبریز. سوال مردم این است که اگر صلاحیت نماینده‌ای برای شرکت در انتخابات تایید نشده، چطور می‌تواند تا پایان دوره فعلی مجلس شورای اسلامی به امر قانونگذاری بپردازد؟ این اشکالی جدی است که باید شورای نگهبان پاسخ دهد. جرایمی مثل چاقو کشی و اینها داشته، اما از شورای نگهبان میگوید دلیل رد صلاحیت ها سیاسی نیست. خب بیشترش عرض کردم جرایم مالی و اقتصادی و سوء استفاده مالی و اینها بوده. این ادعا را علی لاریجانی رئیس مجلس اما رد کرده. این مطلب درست نیست، چرا که در نامه هایی که هیئت نظارت به نمایندگان داده اند به بندهای اشاره شده که مربوط به این امر نیست. اگر سیستم های اطلاعاتی در مورد نمایندگان مجلس
مطالبی داشتن اولا آن بود که در طول این 4 سال اطلاعات را در میان می‌گذاشتند تا اصلاح شود، نه اینکه نزدیک انتخابات آن را یک جا مطرح کنند. حسن رسولی رئیس ستاد مرکزی جبهه ائتلاف اصلاح طلبان هم درباره رد صلاحیت‌ها هشدار داده. جریان اصلاح طلب به طرز بی سابقه‌ای در تهران و در سراسر کشور با نبود یا کمبود نامزد تایید صلاحیت شده برای بستن لیست مواجه است و در بسیار از استان‌ها فاقد یک نامزد اصلاح طلب هستیم که بدنه جریان اصلاحات برای رأی دادن به وی راغب باشد. اما یا دلیل اصلی بی‌رمق بودن فضای انتخاباتی نبود نامزدهای موسوم به اصلاح طلب یا اعتدالگرا است یا ناامیدی رأی دهندگان به تغییر در ساختار فعلی حاکمیت جمهوری اسلامی؟ از اعتراض‌های دیماه 96 تا آبان امسال و همینطور تجمعاتی که در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران رخ داد، چنین شعارهایی بارها تکرار شده. بی‌اعتمادی رای دهندگان و بحران مشروعیت برای حاکمیت، شرایطی که حسن روحانی خطرناک خوانده. حالا یه وقتی است که من میخوام در انتخابات شرکت نکنم به یه دلیلی، یه جوره. یه وقتی من اعتماد ندارم برم پای صندوق، این دیگه خیلی خطرناکه. و دعوت از رای دهندگان برای شرکت در انتخابات. امروز روزی است که باید بریم پای صندوق رای، ولو اینکه گله داریم، ولو اینکه ناراحتیم، قهر نکنیم با صندوق. درخواست رئیس جمهوری که مدت هاست با انتقادهای گسترده حتی از جانب نزدیکان و همفکرانش روبرو بوده، از عملکرد اقتصادی و سیاسی تا ادعای بی‌اطلاعی در مورد افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان. خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرد، تا سرکوب کم سابقه معترضان که صدها کشته به جا گذاشت، تا اظهار بیخبری نسبت به دست داشتن سپاه پاسداران در سرنگونی هواپیمای مسافربری. توش جمهوریت هم هست، کارنامه‌ای که میزان قدرت و اختیارات رئیس جمهوری در جمهوری اسلامی را بیش از پیش زیر سوال برده. والا کلمه جمهوری تو قانون اساسی ما هست، من می‌ترسم یه روزی این کلمه جمهوری هم باز جرم بشه. رئیس جمهور هست. باران عباسی، بی بی سی. هست بابا تو. سعید آگنجی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از هلسینکی فنلاند به ما پیوسته. آقای آگنجی، چقدر صحبت‌های آقای روحانی رو دعواهای داخلی در واقع اصلاح طلبان یا میانه روها با شورای نگهبان میبینید، یا اینکه واقعا فکر میکنید در صحبت های اون نگرانی وجود داره از چیزی که پیش آمده، با توجه به اینکه عملا وضعیت انتخابات در ایران تغییر آنچنانی به نسبت سالهای قبل نکرده، همیشه تعداد زیادی رد صلاحیت میشدن؟ باید این نکته رو تاکید کنم که این واقعا نگرانی رو برای آقای روحانی پیش آورده، به دلیل اینکه هیچ یک از یعنی که میزان بسیار کمی از نیروهای حتی اصلاحات و اعتدالگرا که حالا نزدیک به خود آقای روحانی هستن تایید صلاحیت شده. این گونه نیست که صرفا بحث رد صلاحیت الان مطرح باشه، بحث حذف یک جریان هست. یعنی اینکه بین 640 کاندیدای اصلاح طلبی که مال احزاب اصلاح طلب بودن و نه فردی، احزاب اصلاح طلب نام نویسی کردن، در کل کشور فقط 40 نفر تایید صلاحیت شدن و در بیشتر حوزه عدم کاندیدا هست و هیچ کاندیدای جهت رقابت وجود نداره. و عملا این مسئله به نظر میاد که آقای روحانی رو نگران کرده، بر سر اینکه آیا کسی اصولا رغبتی خواهد داشت که در انتخابات شرکت کنه با این شرایط؟ ببینید، صرفا نگرانی آقای روحانی نیست، نگرانی تمامی جریان سیاسی کشور هست، یعنی جریانات عقلانی کشور، چه حتی بخشی از اصولگرایانی که نزدیک به لاریجانی هستند که جریان مستقل و اعتدالی رو هم تشکیل میدن. این نگرانی تمام جریانات سیاسی هست که در حال حاضر و انتقاداتی که نسبت به شورای نگهبان و نظارت استصوابی شورای نگهبان شده و این نظارت رو یک نظارت سلیقه‌ای گفته و حتی میشه گفت که اینها بیشتر نظارت هم انجام ندادن و صرفا بر اساس یک لیستی که در مقابلشون بوده فقط تایید و انجام دادن، به دلیل اینکه ما انتخابات میان دوره خبرگان رو هم داریم و در انتخابات در تایید صلاحیت خبرگان شاهد هستیم که در بعضی از حوزه‌ها فقط یک
کاندیدا هست، یعنی کاندیداهی برای رقابت وجود نداره و عملا بعضی از کاندیداها یعنی امام جمعه یک شهر هست که عدم التزام به اسلام خورده و رد صلاحیت شده. به نظر اصلا یک شورای نگهبان مکانیزم دقیقی برای بررسی نداره و صرفا از نظر سیاسی فقط یک افرادی رو تایید صلاحیت میکنه برای حضور، و به خصوص در این انتخابات که انتخابات نمیشه گفت و میشه گفت که انتصاباتی که شورای نگهبان و جریانات پشت پرده دارن انجام میدن. ممنونم از شما آقای آگنجی، سعید آگنجی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از هلسینکی، فنلاند. ایرانی ها در ماهای گذشته بعد از عراقی ها عمده‌ترین مشتریان خارجی املاک در ترکیه بودند. روند سعودی حضور ایرانی ها در این بازار زمانی آغاز شد که دولت ترکیه تسهیلاتی برای اعطای شهروندی به سرمایه گذاران در بخش مسکن در نظر گرفت. خشایار جنیدی گزارش می‌دهد. ترکیه همسایه قدیمی و تاریخی ایران، خیابان های استانبول سال هاست مقصد گردشگران ایرانی است. ایرانی ها از قدیم نه فقط برای تفریح که برای تجارت، تحصیل و زندگی به ترکیه رفته اند. در سالهای اخیر مورد دیگری هم به این فهرست اضافه شده، خرید خانه. این را میتوان در حال و هوای این محله در حومه استانبول و فراوانی مغازه های ایرانی در آن مشاهده کرد. این محله یکی از نقاط تجمع ایرانی ها در استانبول هست. در این خیابون وقتی نگاه میکردم دست کم 5 رستوران با تابلوی فارسی دیده میشند. محله‌ای که روز به روز شبیه‌تر به محله ایرانی ها در تورنتو یا لس آنجلس میشه. ایرانی ها سال گذشته میلادی با خرید 5400 خانه پس از عراقی ها دومین گروه از خریداران خارجی املاک در ترکیه بودند. ایران اکونومیک کریزیندن önce biz yabancı müşteriye her zaman Arap müşteri gözüyle bakardık. پیش از بروز بحران اقتصادی در ایران عمده مشتری‌های خارجی ما عرب بودند. وقتی از بنگاهی‌ها می‌پرسیدی کشورهای عرب مثل عراق، عربستان و قطر را نام می‌بردند. اما اگر الان سری به بنگاه‌های مسکن در این منطقه بزنید می‌بینید که 60 تا 70 درصدشان کارمند ایرانی دارند، چون مشتری ایرانی زیاد شده. در 2-3 سال گذشته بازار مسکن در ترکیه رکود داشته، اما تغییر قوانین اعطای شهروندی جان تازه ای را به بازار املاک در این کشور بخشیده و خریداران زیادی را روانه ترکیه کرده. ایرانی ها در سال گذشته 48% بیشتر از سال پیش از آن در ترکیه خانه خریده اند. As you know, Turkey's citizenship through investment program. همونطور که میدانید حداقل سرمایه گذاری در املاک برای کسب شهروندی ترکیه به 250,000 دلار کاهش یافته. از سال 2017 ایرانی ها برای خرید ملک به ترکیه می آیند تا شهروند ترکیه شوند. آنهایی که امکان پرداخت این مبلغ را ندارند با خریداری یک ملک مثلا 50,000 دلاری می توانند اقامت دریافت کنند. بنیامین اصلا به سرمایه گذاران خارجی در ترکیه مشاوره می دهد. او میگوید حضور ایرانی ها در بازار املاک ترکیه فراتر از علاقمندی به داشتن خانه در ترکیه است. According to Turkish Union of Chambers and Commerces، اتحادیه اتاق‌های بازرگانی ترکیه میگوید ایرانی ها در رده نخست خارجی های سرمایه گذار در ترکیه هستند. آنها دنبال پیدا کردن راهی برای فرار از مشکلات اقتصادی ایران هستند و برای همین سرمایهشان را به ترکیه می آورند. تسهیل تردد به کشورهای غربی با گذرنامه ترکیه علت دیگر این گونه سرمایه گذاری است. ترکیه پس از انقلاب ایران و همینطور در دوران جنگ پذیرای سرمایه ایرانیان زیادی بوده. حال که انتقال پول به دیگر کشورها به آسانی قبل نیست، به نظر می رسد این روند همچنان ادامه داشته باشد. خشایار جنیدی، بی بی سی، استانبول. ممنون از همراهیتون در این بخش خبر. تا دقایقی دیگه با خلاصه خبر باشیم.